فراوان به شما همراهان همیشگی برنامه نگاه روز. برنامه این هفته نگاه روز رو من ملاحت مرتضوی به همراه همکارم پوریا اتحادپسند تقدیم حضورتون میکنیم. موضوعی که این هفته قصد داریم بهش بپردازیم کشتار هزاران زندانی سیاسی در دهه 60. خامنه‌ای در سالروز مرگ خمینی درباره دهه 60 و کشتار زندانیان سیاسی اظهار نظر کرده است. چرا خامنه ای مجبور شده است یک بار دیگر آن تاریخ را به یاد خودشان بیاورد؟ مهمان این هفته برنامه نگاه روز فاتح بهرامی عزیز به سوالات ما پاسخ میدهند. فاتح بهرامی عزیز سلام عرض میکنم و خوشحالیم که این هفته هم در خدمت شما هستیم. خیلی متشکرم. با سلام به شما و بینندگان. خسته نباشید. ممنون. فاتح عزیز، چرا دهه 60 در تاریخ ایران از چنین اهمیتی برخوردار است که نه مردم و نه سران حکومت آن را فراموش نمی کنند؟ دهه 60 در واقع مسائل مهمی اتفاق افتاده تو ایران. در واقع میشه گفت تثبیت جمهوری اسلامی، جنگ 8 ساله ایران و عراق داریم، بزرگترین قتل عام توی تاریخ ایران و کشتار مردم تو اون جامعه هست، و به هر حال اساسا شکست انقلاب 57 که مردم تو اون جامعه قیام کردن، اومدن علیه رژیم سلطنتی پهلوی انقلاب کردن به خاطر اینکه آزادی و برابری میخواستن و یه رژیمی که اونجا آزادی نبود، استبداد بود، فقر بود، نابرابری و تبعیض بود و مردم علیه این به پا خواستن و انقلاب 57 میخواستن وضعیت رو عوض بکنه. جمهوری اسلامی خمینی به دلایلی که به فرصتش الان نیست، توسط به کمک امریکا و کشورهای غربی اومد سر کار. تا نزدیک 2.5 سال انقلاب تپشش رو داشت، احزاب سیاسی فعالیت میکردن تو اون جامعه، نشریات سوسیالیستی و کمونیستی و سازمان ها وجود داشتن و اشکال مختلفی انقلاب ادامه داشت تا در 30 خرداد 60 جمهوری اسلامی شروع کرد یک کشتار وحشیانه ای رو از مردم کرد. آدم ها رو تو خیابون ها دستگیر کردن، روزانه 100 نفر، 500 نفر، 400 نفر بیشتر تو زندان های ایران اعدام شدن تو اون روز. و روزهای بعد در واقع سال 60، 30 خرداد 60 و بعد تا سال 61 و 62 جمهوری اسلامی در واقع کاری کرد که میشه گفت مقطع 30 خرداد مقطعی است که جمهوری اسلامی اومد سر کار. تا قبلش نبود، با اینکه بالاخره سرکوب بود، توی کردستان رفته بودن سرکوب، ادامه میکردن، خلخالی داشتن، ولی اساسا از 30 خرداد جمهوری اسلامی تثبیت شد و با قتل عام و تواحشی که تو اون جامعه انجام داد. و مسئله جنگ یه به جای خود که چه مسائلی رو تو جامعه ایران وجود داره. تا میرسیم به تابستان 67 که همه میدونن دیگه، به خصوص از خود رژیم و کسایی مثل منتظری، همین اواخر که این نوار رو دادن بیرون، همه از جمله بخشی از خود رژیم سر این جنایت که چندین هزار نفر توی زندان‌های ایران به حکم خمینی اعدام شدن، به سادگی کسایی که داشتن حکمشون رو میکشیدن قرار بود آزاد بشن یه مدت دیگه اعدام شدن. این تاریخ بنابراین دهه 60 تاریخ جنایت، تاریخ اعدام، تاریخ توحش جریان اسلامی است که حکومتش رو تثبیت کرد و یه انقلاب آزادی خواهانه و برابری طلبانه رو به شکست کشوند. این از زاویه رژیم، به خاطر اینکه در واقع تاریخش و وجود منحوسش و مدیون این دهه 60 و تثبیت شدنش برای اونا به این دلیل مهمه. برای مردم هم به خاطر اینکه همونطور که گفتم انقلابی کردن و آرزوهاشون رو در واقع از دست رفت و از این انقلاب باید درس بگیرن و برای این دفعه سرنگونی جمهوری اسلامی باید نگاه بکنن به پشت سرشون، به این تاریخ که چه چیز کم داشتن، چه کار باید بکنن و در واقع این جانیان رو روی میز محاکمه بکشن. از این زاویه دهه 60 برای مردم ایران مهمه. در جریان انتخابات حسن روحانی خطاب به ابراهیم رئیسی گفت مردم کسانی را که در طول 38 سال فقط اعدام و زندان را بلد بودن قبول نمی کنن. آیا این یعنی بخشی از حکومت از گذشته خود فاصله میگیره و اعلام براءت میکنه؟ به هیچ وجه. اینا کلاهبرداری آخوندیه و تو دعوای جناها دارن میگن و در واقع برای اینکه نزد مردم به خیال خودشون بخشی از مردم رو دنبال خودشون بکشونن. توی همین به اصطلاح گزارش سازمانهای
بین المللی، نه فقط احزاب سیاسی بگن، تو دوره خود روحانی اعدام‌ها و اینا بیشتر بوده توی ایران. مردم بیشتری تو اون جامعه کشته شدن، فقر و بدبختی مردم تو اون جامعه بیشتر بوده. روحانی و خاتمی و رئیسی و رفسنجانی و خامنه‌ای، اینا همشون از یه قماشن. همشون هم اگر خامنه‌ای این دفعه اومد از این مسائلی حرف زده و در واقع بیادشون آورده که دهه 60 مهمه، به خاطر اینه که داره به اینا میگه که موجودیت ما مدیون خط خمینی و کشت و کشتار و چیزی که هممون تو شریک بودیم. اون دهه 60 که من یه اشاره خیلی مختصری به اون قتل عام و کشتار کردم، تمام کسایی که از راستش که خمینی فرمان همه اینا رو داد تا رفسنجانی و تا خامنه‌ای تا همه این دوی خردادیایی که امروز به اصطلاح روزنامه نگار شدن و ظاهرا متمدن شدن و ظاهرا با این مسائل کاری ندارن و دم از حقوق بشر میزنن، همه اینا خیلی رأس این جنایات و کشتارا بودن که بر سر مردم رفت. بنابراین تمام عناصر جمهوری اسلامی بخصوص تو رده بالاشون همه اینا جنایتکارن، همه اینا باید محاکمه بشن، همشون از یه جنسن. نه روحانی نه هیچ کدوم از اینا برنگشتن، منفعتشون تو موندن این نظام و قتل عامی است که تازه شده. چرا خامنه ای اصرار داره از اون تاریخ پر از کشتار دفاع کنه؟ خب اگر دفاع نکنه باید بیاد رو میز محاکمه، به خاطر اینکه همونطوری گفتم جمهوری اسلامی با این کشتارا سر پا موند و الان هم همه اینا پروندهشون زیر بغل مردم جامعه ایران همه اینا رو میشناسه. این یه طرف قضیه هست که خودشون خب مسئول این جنایت بودن، تا خمینی بود که دستور مستقیم اون بود و تا دوره‌ای که خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هست از نظر خودشون به این معنا باید دفاع بکنن از سیستمشون. منتها این یه بخش قضیه است. یه بخش دیگرش که اینجا یک کلمه ای رو به کار برد که گفت جای شهید و جلاد عوض شده. این جلادان مردم دارن قضیه رو بر میگردونن، دارن خط میدن به طرفدارشون که از قاتلان مردم، از رئیسی ها و روحانی و از تمام اون کسایی که پور محمدی و اشراقی و تمام جنایتکاران جمهوری اسلامی باید دفاع بکنن، اگر نکنن مردم اون موقع اینا رو به عنوان جنایتکار محاکمه خواهند کرد. در واقع داره از نظامشون دفاع میکنه و خط میده که نباید کاری کنیم که دست مردم آتو بدیم، با اینکه مردم احتیاج به این حرفا ندارن، پرونده اینا رو همه میدونن. نکردن اون تاریخ چه جایگاهی میتونه در مبارزه امروز مردم ایران داشته باشه؟ خب مردم ایران امروز خیلی وقت سال هاست دارن تلاش میکنن که به اشکال مختلفی جمهوری اسلامی رو بندازن، از هر بهانه استفاده میکنن که ضربه به این رژیم بزنن، به خاطر اینکه وجود جمهوری اسلامی با نفس زندگی، با نفس انسانیت در تناقض هست، با خواست و آزادی مردم در تناقض هست. مردم میخوان این رژیم بره و به همین اعتبار رفتن این رژیم مسئله فوری تمام بخش اکثر عمده جامعه ایران، مردم کارگر و زحمتکش و آزادی خواه اون جامعه است. از این نظر وقتی به گذشته نگاه میکنیم، اون انقلاب که مردم بلند شدن جمهوری اسلامی اومد، امروز مهمه که این دهه 60 رو همونطوری که گفتم نگاه بکنن، مردم درس بگیرن و بگیم انقلاب 57 چه کمبودایی داشت، چه مشکلاتی داشت که جریان اسلامی تونست در واقع سوال این موج بشه و آزادی خواه مردم رو به حساب ببره به سمت دیگه، به این رژیم توحش و جنایتکار رو سر کار بیاره. به این اعتبار امروز باید با یه پرچم خیلی روشن آزادی خواه، با یه طبقه کارگر متشکلی که در واقع آلمان های آزادی خواهانه مردم رو نمایندگی کنه بیاد جلو، و در کنار همه اینا مهمتر از همه با یه حزب سیاسی که اینا رو نمایندگی بکنه و در واقع بتونه جامعه رو به سمت آزادی و برابری و انسانیتی ببره که امروز مردم ایران به اون نیاز دارن و خواهان اون هستن. اون زمان حزبش وجود نداشت، مردم اومده بودن، کارگرها اومده بودن، و اگر بخوایم به عقب برگردیم امروز باید به این مسائل و به این کمبودا نگاه بکنیم و وجود حزب کمونیست کارگری به عنوان یه حزبی که امید انقلاب آتی ایران و پیروزی آینده میتونه بشه باید به این توجه کرد، و مردم باید ضمن اینکه در
فعالیت‌های اجتماعیشون متشکل بشن دور این حزب حلقه بزنن و این بار جمهوری اسلامی رو وقتی شکست میدن باید حواسمون باشه که یک رژیم جنایتکار دیگه مثل اینا سرکار نیاد و نظام مبتنی بر آزادی مردم، مبتنی بر خواست و عدالتی که مردم نیاز دارن بیاد روی کار و این لازمش اینه که مردم دخالت بکن و این توسط یه حزب سیاسی میتونه نمایندگی بشه. برای همین من فکر میکنم امروز باید به این مسئله توجه کرد. فاطمه بهرامی عزیز، سپاسگزاریم از پاسخگوییتون و ممنون که وقتتون رو در اختیار ما و بینندگان عزیز ما قرار دادیم. خیلی متشکرم. بینندگان عزیز، به پایان یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های نگاه روز رسیدیم. خرسندیم که همراه ما بودید. شما میتونید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو از طریق آدرس زیر با ما در میون بگذارید. تا برنامه دیگر، بدرود.